به نام حضرت دوست که هر چی داریم از اوست. صمیمانه‌ترین سلام‌های خود را تقدیم می‌کنم به قلب‌های پاک و دل‌های پر از مهر و محبت همه شما بیننده های عزیز، به خصوص هموطنان عزیزم. خدا کنه که جور و سعادتمند باشین. چی حال و احوال دارین؟ خوب هستین؟ خوش هستین؟ اله شکر. امیدوار هستم که لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشه، پر از خوبی و خوشی باشه. و چقدر خوب و زیباست که هر روز ما روز خود ما را آغاز کنیم با شکرگزاری از خداوند و بگویم خدایا هزاران بار شکر میکنم به خاطر تمام نعمتهایی که به ما عطا کردی، به خاطر محبتهایی که برای ما ایجاد کردی در زندگی و به ما عطا کردی. خدایا سپاسگزارت هستیم و شکرگزارت هستیم و ما هم امروز از خدای بزرگ شکرگزاری میکنیم به خاطر که با شما عزیزان بیننده یک جای هستیم در برنامه روشنا و امید است که تا آخرین لحظات همراهی کنین برنامه خودتان را و همراه ما باشین. و از همین شروع برنامه بگویم که میتونین با ما در ارتباط باشین. یک نمبر واتساپی هست که همیشه همکاران ما زیرنویس میکنن و شما عزیزان میتونین که پیشنهاد، انتقاد، صحبت، هر گفتگویی که دارین همراه ما باشین. ما پذیرا هستیم و دوست داریم که صحبت‌های شما را هم بشنویم. و اگر سوالات در ذهن دارین هم اکنون میتونن پاسخگو باشن کارشناسان ما، چرا که برنامه به صورت لایف و زنده تقدیم شما عزیزان میشه. پس بسیار خوشحال هستیم که در برنامه روشنا شما عزیزان همراه و همگام ما هستین. در روز سه‌شنبه هفته پیش ما صحبتی را آغاز کردیم تحت عنوان اعتیاد به مواد مخدر و اینکه اعتیاد و آسیب‌های روانی نسبت به نوجوانان، و امروز هم در ادامه او صحبت‌ها هستیم با شما عزیزان و می‌خوایم گفتگو را آغاز کنیم با کارشناس محترم برنامه. ماستر روانشناسی هستن خانم حسینی عزیز که در استودیو حضور دارن. سلام خانم حسینی و خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز ما. انشاءالله که هوای دلشان همیشه آبی باشد، دور از آلودگی های مثل استراب، ترس، نگرانی ها و نفرت. انشاءالله که صحتمند و جور باشند. الهی آمین. دعای خوبی کردن خانم حسینی. امیدوار هستم که لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش و موفقیت و خوشبختی باشه. از اعتیاد به مواد مخدر هفته پیش بیان کردیم و گفتیم که مواد مخدر و اعتیاد به او یک صدمات بسیاری در اجتماع، فرهنگ، در روح و روان یک فرد، چه در خانواده و چه در اجتماع میتونه داشته باشه و میتونه که بنیان فرهنگی و اقتصادی یک جامعه را کاملا متزلزل کنه و حتی یک خانواده را. و چرا که هر فردی که در خانواده زندگی میکنه میتونه یک فردی باشه که در اجتماع هم هست و خانواده اجتماع را میسازه، و هر فردی که در خانواده هست او فرد میتونه یک اجتماع را هم بسازه. پس بنابراین تمام افراد یک خانواده افراد یک جامعه محسوب میشه، و اگر خدای نکرده فردی در خانواده دچار اعتیاد به مواد مخدر باشه میتونه به سلامت روحی و روانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هم صدمه بزنم. امروز میخوایم که معرفی داشته باشیم و بگوییم که خب فرد معتاد کی هست و چی هست، یک تعریفی از فرد معتاد داشته باشیم و بعد از او علائم و نشانه ها را هم بیان کنیم. خب خانم حسینی، فرد معتاد به کی میگن؟ بله، شاید این سوال خیلی باشه و خیلی هم بگه بسیار سوال آسانی است، چرا که در جامعه روبرو هست میبینن. اما یک تعریف کلی از این که فرد معتاد کیست بستگی داره به این که ما چند نوع اعتیاد داریم که ما در این برنامه ذکر نمیشه و مختص اعتیاد به مواد مخدر هست. در کل فردی که معتاد هست میتونه به یک چیزی، به یک مسئله وابستگی فکری، ذهنی و حتی جسمی اسمی داشته باشه. بله. که به اون میگن فرد معتاد، که ممکنه معتاد به دنیای مجازی باشه، معتاد به یک کاری باشه که بسیار او را تحت شعاع قرار میده. و اما معتاد به مواد مخدر فردی هست که یک وابستگی بسیار شدید و روانی داره به مواد مخدر، چرا که مواد مخدر در ذهن و مغز او هم تأثیر مخرب داره. بله. و آسیب‌هایش را خود فرد و جامعه میبینه. خب میگه روانی چطور؟ یعنی که اللحاظ ظاهری او چیز مصرف نمیکنه؟
فقط گفتین که آسیب روانی نه؟ وابستگی روانی بسیار وابستگی شدید روانی ایجاد شدید. میشه و تکرار و مکرر داره که پیوسته ای ذهن درگیره که من مواد مخدر باید در من برسه. مواد مخدر منظور که وقتی مصرف میکنه هر روز به مصرف و دوز مصرفی او اضافه میشه. گفتیم مثل ایست که ای وابستگی روانی وقتی ایجاد میکنه اولین بار که شخص مواد مخدر مصرف میکنه یک حالت سرخوشی موقتی را به فرد میده و فرد همچنان به مصرف خودش به صورت مداوم ادامه میده. او میشه فردی که وابستگی شدید به مواد مخدر داره که او علائمش هم ذکر میکنیم که به قول هم در جسم و هم در روح و روان او بسیار اثرات قابل مشاهده داره. خب پس گفتین که فرد معتاد به کسی میگن که یک وابستگی روانی بسیار شدید نسبت به مواد مصرفی خودش داره. حالا خب مثال هایی هم گفتین که معتاد میتونه باشه به مثلا به فضای مجازی یا مثلا سایر امثال چیزهای دیگه، دواها، مواد مخدر و دیگه چی میتونیم بیان کنیم که میتونه مثلا اعتیاد آور باشه؟ تو اعتیاد به الکل که این جزء مسئله بوده که آیا مصرف کننده که به الکل هست ایره هم میتونه فرد معتاد بگیم که از علم جدید ایره مسئله رو ذکر کردن که فردی که اعتیاد به الکل داره او هم جزء مصرف کننده به مواد و فرد معتاد شناخته میشه. حالا من یک سوالی را مطرح کنم به خاطر از اینکه بسیاری از عزیزان سوال داشتن که گفتن من پرسان کنم از شما که گاهی وقتها بعضی از امراضی هستن به خصوص امراض روحی روانی که دوا مصرف میکنن، این دوا به قسم است که مصرف از اون بسیار طولانی مدت میشه، آیا این هم این قسم افراد هم میتونیم ما بگویم که معتاد هستن؟ خودشون دوا باید مصرف کنن تا اینکه علاج روحی روانی مشکلاتی که دارن به توسط دارو و دوا حفظ میشن، کنترل میشن. کنترل میشه. خب وقتی که نخورن احساسات خوب ندارن، آدم احساس میکنه که این معتاد شده. آیا به این گونه افراد ما معتاد میگیم؟ بله به این افراد هم ما معتاد میگیم. چرا که شاید من منظور شما رو اینطور برداشت بکنم که یک عده از بیماری های روحی روانی که وابستگی شدید به مواد داره، به مواد به آرام داره. بخش داره، به داروهای بله آرام بله. بخش داره که به او تجویز میشه و ای اگر مصرف ای کنترل نشوه، چرا که خارج از او دوزی را که روان پزشک تجویز میکنه اگر مصرف بکنه، من میگم طی مدت یک سال، یک ماه یا دو ماه روان پزشک دستور میده که این مواد مصرف بکنه، بعد دوزش تغییر میده، اما فرد خود سرانه این مواد همچنان این دارو رو مصرف میکنه و بله. اون وابستگی رو ایجاد میکنه. اتفاقا خود سرانه شود به اعتیاد تبدیل میشه. نمونه زنده همه موضوع شما رو ما با یک از مراجعان یک نوجوان 20 ساله درگیریش داریم که هم دچار یک اختلال بیماری روحی روانی هست، هم وابستگی شدید به مواد مخدر داره و مصرف کننده هست. ارجاع داده شد به روان پزشک، اتفاقا روان پزشک داروهای ضد استراب، داروهایی که کنترل کننده افکار خشونتبار ای فرد که حتی تصمیم به خودکشی داشت برش داده بودن و مادرش گفت ای در روز حتی 10 دانه از قرص ها را مصرف میکنن، در صورتی که دکتر بهش گفته فقط روز 2 دانه قرص. این 8 بار دیگه 8 دانه دیگر اضافه مصرف میکنن و در خواب عمیق و خودش میگفت من او وابستگی دارم و نمیتونم ترک بکنم، هر موقع که این داروها رو من مصرف میکنم به خواب خوش برم، فکرم آسوده است. بله. و این تلقی نیست که خود فرد داده. پس یک نوع وابستگی شدید هست که انسان از امور کارها باز می‌داره و اختلال در عمل کردش، بله. در رفتارش، در شغلش، در تحصیل او فرد ایجاد میکنه. درست است. هرچند که 2 دقیقه باید میان برنامه بریم، ولی خب میخواییم که علائم و نشانه های از او را که فکر میکنم بسیار زیاد باشه از امیال شروع کنیم و بگویم. خب وقتی یک فرد معتاد میشه، علاز شخصیتی و علاز ظاهری یک تغییرات در او احساس بله، میشه. بله. خب میخواییم این تغییرات که هم علاز ظاهری است هم علاز شخصیتی است او را باز کنیم، بیان کنیم
سوالات زیادی داره ما بله امروز از بله شما خانم بله حسینی. انشاءالله در خدمتیم. پس علائم و نشانه ها و ای که چه تغییراتی علاوه جسمی و علاوه شخصیتی یک فرد معتاد پیدا بله. می‌کنه؟ شروع کنیم بعد از اون بعد از میان برنامه بله. ادامه میدیم. عوامل و نشانه های او بسیار زیاد است. هم عوامل روحی روانی برای فرد ایجاد میشه، هم عوامل رفتاری برای فرد ایجاد میشه، هم عوامل ظاهری از لحاظ چهره ایجاد میشه، هم عوامل جسمانی برای فرد وارد میشه، هم یک سری نشانه های بارزی داره، خصوصا که نوجوانان اگر به این مبتلا شوه والدین میتونن تشخیص بدن که این تغییر برای فرزند ما ایجاد شده، که از ما از ظاهر شروع میکنیم که بله. اولین نشانه های ظاهری فردی که مصرف کننده مواد شده تغییر و اختلال در خوابشه، ممکنه بسیار پرخواب شوه یا ممکنه پریشان خواب شوه و هیچ خواب نروه، که ما اکثرا با مراجعانی که صحبت میکنیم میگه خب مثلا اگر نوجوان بشه میگه فرزند ما بسیار مشکوک 12 ساعت 13 ساعت در خواب عمیق بوده، که ما هرچی او رو میگیم که خب بلند بله. شو دکار روزمره بریس، این همچنان خوابه. پس این از لحاظ خوابش ایجاد میشه و این بله. که آبریزش بینی بسیار شدیدی داره، حتما چشمایش هم سرخ میشه، چشمایش هم سرخ میشه بله. او خماری چشم چون بیحالی چشم ها بسیار نمایان است، به قول شما او قرمزی چشم ها، و ای که رنگ پوستش ممکنه تغییر بکنه یا سیاه شوه یا به صورت زردی باشه و یا حالت بیحالی کسلی، حالت که هیچ حرکتی نداره، حالت که بسیار خسته است، ما میگیم اقا کار کرده که ای از حال رفته، ای از لحاظ جسمی برای فرد قابل مشاهده هست. خب ما برنامه بریم، بعد از او علائم و نشانه ها را مفصل بیان میکنیم یک به یک. اگر خدای نکرده نوجوانی در جمع خانواده دچار ای علائم و نشانه ها هست، شما والدین عزیز آگاه باشین و تشخیص بتین و بشناسین و قابل پیشگیری هست، نگران نباشین. بعد از یک وقفه همراه ما باشین. تشکر از همراهی گرم همه شما خانواده های عزیز و پدرها مادرهایی که همیشه دوست دارن که آگاهانه و دلسوزانه نسبت به رفتارهای فرزندان و نوجوانانشان عمل کرد داشته باشن، و اگر خدای نکرده جوان و نوجوانی در جمع خانواده شما عزیزان دچار اعتیاد به مواد مخدر هست، نگران نباشین. با توجه بسیاری که شما والدین عزیز دارین و دلسوز هستین و آگاهانه میخواین عمل کنین، بسیار زیاد میتونین موفق باشین و با این آگاهی که شما کسب میکنین نسبت به اعتیاد و به مواد مخدر بسیار میتونه پیشرفت خوبی باشه برای شما و کمک بسیار خوبی میتونه باشه. برنامه روشنا هم نسبت به این موضوع با شما عزیزان اطلاعاتی را زیادی را میخواد بگویه و هدفش این هست که به شما همکاری کنه و کمک کنه نسبت به این که چگونه رفتار داشته باشین و چگونه عکس العمل داشته باشین و چه باید انجام بدین. میپردازیم به علائم و نشانه ها و بسیاری از عوارضی که علاوه علائم و نشانه ها در آنها ایجاد میشه، اینها رو میخوایم بررسی کنیم و بسیاری چیزها رو خانم حسینی عزیز بیان کردن برای ما. گفتین که عدم تحرک هست، خوابالودگی بسیار زیاد هست، یک تنبلی بسیار زیاد و ای که منزوی میشه از جمع اجتماع و جمع خانواده. خب علاوه ظاهری
که بیان کردیم، قرمزی، سرخی چشم، آبریزش بینی، باز هم علات ظاهری هست بسیاری از عوامل دیگه. رنگ پریدگی لبها یا بیحالی لبها، بله. زرد شدن دندانها و بوی زننده و ناخوشایندی که از فرد ایجاد میشه، میتونیم مشکوک شویم که فرد ما مبتلا به مواد مخدر شده. خشونت چطوری که اثری هر کدومش باشه؟ آره، جدا جدا گفتیم که این علائم ظاهرش بودال، میرسیم در علائم روحی و روانی، رفتاری. بله، علائم روحی و روانی که فرد، که شما عرض کردین، فرد گوشه‌گیر میشه، فرد منزوی میشه. چرا که میخوای کسی او را نبینه که شاهد علائم و نشانه های او نشه، و شاید من میگم جای خلوتی را میگرده که دسترسی به او مواد داشته باشه تا او را مصرف بکنه. دچار افسردگی میشه، دچار ای که استراب و ترس رو تجربه میکنه، چرا که خب خودش پیامد خودش متوجه هست که اگر اعضای خانواده بفهمن، اگر دوستان ما بفهمن، اگر جامعه با ما بفهمن، خب مشکوک میشه و ممکنه مانع شوه که ما از این مواد دست بکشیم یا مصرف نکنم. پس این میشه از لحاظ روحی و روانی که یعنی تجربه میکنه، از پدر و مادر دوری میکنه، بله، از اجتماع، از دوستان فاصله ایجاد میشه، و ای عمدی است که فاصله خود کم میکنه، دنبال یک جای خلوتی میگرده، در کمتر در محافل شرکت میکنه. اگر دانش آموز باشه، خب قطعا اختلال در رفتنش در مدرسه، مکتب ایجاد میشه که سر باز میزه. غیبت های طولانی، حتی ما با کسانی مواجه بودیم که نوجوانشون از خانه آماده مرتب میرفت که من میرم به مکتب، منتها از مکتب که بعد از مدتی تماس گرفتن که دانش آموز حدود 15 روز 10 روز غیبت طولانی داشته. پس امتناع رفتن از او مکان و فضای درسی و شغلی برای فرد ایجاد میشه که کسی متوجه نشه، و این میشه از لحاظ روحی و روانی، و از لحاظ رفتاری هم بسیار تغییر برش ایجاد میشه. خب پرخاشگر میشه، بسیار حساس میشه، بسیار زود عصبی میشه، بیقرار میشه، حتی گاهی ناخودآگاه به گریه میفته، در حال مزاح کردن یا شوخی های بیمورد با دیگران هست. در رفتارش میبینیم که بسیار غیر طبیعی و نرمال شده، خصوصا اگر نوجوانان باشه، خب اطرافیانش متوجه میشه که رفتار غیر عادی داره، خنده های بیجا میکنه، شوخی های بسیار بیمورد انجام میده، کارهایی رو که قبلا انجام نمیداده بسیار به صورت غیر نرمال، بله، انجام میده، که باید مشکوک شویم که چه رقم شده، چه تغییری در ای ایجاد شده. در صحبت و تکلم در صحبت و تکلم هم اگر او مصرف کننده، بازم نسبت به او موادی که مصرف میکنه، اگر مدت زمانش بیشتر شده باشه، خب بعضی از کلمات با حالت نیمه نصفه بیان میکنه که و ای که نامفهوم گپ میزنه، یا میگیم در حال و هوای بسیار خودش هست که طرف وقتی با او حرف میزنه این متوجه نیست، من جواب میده و بسیار در یک حال و هوای دیگه سیر میکنه که از این طریق هم میشه پی برد. خانم حسینی، این به این مراحل که شما الان بیان کردین، این علائم و نشانهای را بیان کردین، فکر میکنم برای افرادی باشه که بسیار احتیاطشان دیگه دوامدار شده، درست؟ فکر میکنین که یک نوجوانی که نو معتاد شده باشه، آیا این علائم و نشانه ها را داره که والدین تشخیص بدن؟ یعنی چه زمانی از مصرف مواد مخدر بگذره که این علائم و نشانه ها در او پدیدار شود، در او دیده شود؟ خب انواع مواد مخدر که ما در برنامه پیش عرض کردیم که مواد صنعتی و مواد سنتی، هر کدام اینا یک سری علائم و نشانه های مخصوص خودش داره که از روز اولی که فرد مصرف میکنه تا که او ادامه دار میشه، این علائم ناخودآگاه در فرد ایجاد میشه. همون خب از همون روزای اول، روزای اول این علائم هایی که ظاهری رو عرض کردیم، بالاخره زرد شدن دندان ها یا تغییر چهره ممکنه، خب من میگم بعد از یک مدتی 2 هفته 3 هفته یا حتی 1 ماه خودش نشان بله. میده، اما خوابش
از همون روز اول است، چرا تغییر که میکنن. یک ماده سمی وارد بدن شده که او عملکرد مغز پایین میاره. چه میخوای شما او دوز 2 روز مصرف کرده باشی یا 1 ماه، ای علائم و نشان ها خودش از طریق مغز برای فرد ایجاد بله. میکنه. پس بسیاری از علائم و نشانه ها از همون روزای اول اول نشان میده، خودش ولی بسیار نشان چیزا زمان است که دیگه بسیار بسیار در اون مواد، نوع موادش، تریاک شاید یک میدن. سری نشانه ها داشته باشه، شیشه و کریستال یک سری نشانه ها و علائم داشته باشه. این زمانی که اعتیاد به مواد مخدر، مثلا وقتی که نشانه ها و علائمی که شما گفتین، مثلا علاز رفتاری، علاز روحی و روانی، مثلا میگین که خشونت داره یا منزوی میشه یا ای که از مکتب و درس و خانواده دور میشه، دوری میکنه، این آیا از همون روزای اولیه است یا ای که نه زمان است که دیگه بسیار بسیار دوامدار شده و به اوجش رسیده اعتیاد؟ از روزای اول کم کم شروع میشه، یک باره نیست که هم پرخاشگر شوه هم رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی از همون روزای اول خودش نشان میده، خودش کم 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 نشان میده. هر چه که دوز مصرف بالا بره این رفتارها بیشتر خودش نشان میده، حتی از لحاظ رفتاری رفتارهای ضد اجتماعی. و اگر تعداد این مصرف زیاد شوه، من میگم تا 2 ماه 3 ماه که این مصرف روز برای بدن خودش اضافه میکنه، اون نوع مصرف خودش، خب فرد رو میاره به دزدیدن. میبینیم که بسیاری از مراجعان و خانواده ها شاکی هستن که اعضای خانواده ایشان که دچار اعتیاد شده از وسایل خانه را میبرن برای فروش و دزدی، چرا که او مصرف کننده میخواد که او مواد تهیه بکنه به هر رقمی که شده. بله. دیگه اینجا انگیزه خودش نسبت به کار کردن، انگیزه تحرک خودش تحرکش از دست میده، حتی بله. اگر شغلی داشته از او شغل باز مونده، منتها برای که او مواد به بدن خودش باید برسه دست به دزدی میزنه، دست به رفتارهای ضد اجتماعی میزنه. خب ممکنه در کوچه و خیابان و بازار از مردم عمل دزدی، کیف دزدی، خلاصه کلاه گذاشتن سر دیگران، به هر ترفندی که پول یا حتی قرض ها و وام های بسیار زیادی افراد از موقعیت قبلی اگر داشتن از اعضای خانواده، ناخودآگاه اصرار داره که به من مبلغ پول قرض بدین و من به زودی بهش با تحویل میدم که میخوای مواد خود تهیه بکنم. حال حسینی، شما گفتین که افراد معتاد روی میاره به دزدی و کلاه گذاشتن، حالا به هر طریقی، خب آیا این جامعه هست که به خاطر از اینکه او یک انسان معتاد هست به او به عنوان یک انسان معتاد نگاه میکنن و دیدشان نسبت به یک انسان معتاد به عنوان یک انسان است که کسی است که هیچ کاری را نمیتونه پیش ببره و اعتماد به او ندارن، دید جامعه نسبت به او قسم است؟ بله، این قسم است. ولی او خب به عنوان یک انسان نیاز داره که در جامعه باشه، کار کنه، فعالیت کنه، ولی جامعه به او اجازه را نمیده، پس مجبور میشه که دزدی کنه. این چه گپ میشه در این قسمت؟ خب او به عنوان یک فرد معتاد در داخل جامعه یک انسان بیمار هست که نیازمند هست. بله بله. ولی جامعه به او به عنوان یک انسان معتاد نگاه میکنن، به عنوان یک انسانی که بی اعتبار هست، یک بله. انسانی که هیچ کاری از دستش انجام بر نمیاد. بله. خب چی میشه در اینجا؟ خب مجبور میشه بره دزدی کنه، درست؟ خدمت شما عرض میکنم. خب ای گفتیم به نوع ماده مصرفی که فرد معتاد مصرف میکنه، خب ای شامل کسی میشه که دیگه خانواده از لحاظ مالی و اقتصادی و عاطفی او رو حمایت نمیکنه، ای فرد وارد بله. جامعه میشه. خانواده هم حمایت نمیکنه و جامعه هم حمایت جامعه نمیکنه. حمایت نمیکنه. خب ای میشه که رانده شده، فردی که طرد شده، فردی که اگر شغلی داشته از شغل خودش هم باز مانده، فردی که دیگه من میگم حالت کارتون خوابی داره، فردی که دیگه خانواده و کانون خانواده رو هم ترک کرده، چه بله. جایی در خانه هم نداره. ای نسبت به اون نوع دوزی و رفتارهای ضد اجتماعی ای بسیار بسیار زیاد هست. ای میشه یک فردی که جامعه همین نگاه داره، چرا که دولت هم اگر بخواد کاری انجام بده، نهایی
شاید ایست که ای را به زندان میکشانه یا به کمپ های مخصوص ترک اعتیاد از لحاظ هر دولتی اقدامات سازنده را در این زمینه میتونن بله. انجام بده که او باز پشت زمینه داره که حمایت جامعه و خانواده را میطلبه. یک آگاهی بدیم به جامعه و خانواده ها که وقتی فردی معتاد میشه، فردی که دیگه نباید طرد شوه، اگر او از خانه طرد شوه، از جامعه طرد شوه، به قول شما او چاره جز این نداره که مواد خودش را تهیه بکنه و دست به عوامل تخریب و دزدی بزنه و جنایت حتی بزنه. درسته؟ اگر این جلوش گرفته نشه، یک من میگم یک عزم راسخ ملی و خانوادگی میخواد که این را حمایت بکنه. اما ما افراد معتادی داریم که نوع اعتیادشان فرق میکنه، مثل اعتیاد دارن به مواد دارویی یا مواد صنعتی جدید مثل متادون. بله. خب این هم دولت اجازهش میده که از طریق قانونی مصرف داشته باشه، شغلش داشته باشه، کارش داشته باشه، حمایت خانوادگی خودش داشته باشه. خب او حالت درمانی داره. حالت درمانی داره. خب بعد از یک وقفه ما را همراهی کنین، حدیثی از حضرت علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان. همراه ما باشین در برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری و همراه شما عزیزان هستیم. هر روز با برنامه روشنا همگام و همراه باشید و چه خوب است که یک برنامه ریزی دقیق داشته باشین و هر روز در تایم شروع برنامه روشنا همراهی کنین برنامه را با موضوعات مختلفی که تقدیم شما عزیزان میشه. و امروز هم در رابطه با اعتیاد و آسیب‌های روانی در نوجوانان و جوانان گفتگو میکنیم و فرد معتاد را تعریف کردیم، علائم و نشانه های او را هم بیان کردیم و در ادامه صحبت با کارشناس محترم برنامه که مستری روانشناسی هستند، خانم حسینی هستیم. خب خانم حسینی، از فرد معتاد به عنوان بیمار یاد کردیم ما و گفتیم که فردی که معتاد هست ما بیایم به دید یک بیمار به او بنگریم و ببینیم و این فردی که بیمار هست گاهی مواقع به دلیل عدم رسیدگی خانواده و جامعه به مجرم میتونه تبدیل بشه و این فکر میکنم که باید خانواده ها و جامعه و اجتماع باید دید خودشان را نسبت به یک فرد معتاد تغییر بدن بله. که او تبدیل به یک مجرم نشود. بله. و این نیاز یک فرد معتاد هست. ببینید شما در برنامه ها در این صحبت ها گفتین این موضوع را که مثلا امکان داره که یک فرد معتاد بیاد دزدی کنه و این ما بررسی میکنیم که فرد معتاد نمیتونه به عنوان یک مجرم باشه و ما نمیتونیم به عنوان یک مجرم به او ببینیم، بلکه به عنوان یک فرد بیمار به او میتونیم ببینیم. چرا پسی به یک فرد مجرم تبدیل میشه؟ خب رفتار همی که گاهی از لحاظ رفتاری وقتی بررسی میکنیم، فردی که طرد میشه از خانواده و خانواده هیچ نوع حمایت مالی و عاطفی بری نداره، فردی هست که او را به عنوان بیمار شناسایی نمیکنه. به قول شما اگر ما به یک انسانی به دید بیمار نگاه بکنیم، خب تمام تلاشمون ایست که بیماری او را رفع بکنیم. مثل خب یک طفل تب میکنه، پدر مادر تمام تلاشش ایست که تب طفل خودشون را پایین بره
میرن دکتر میبرن رسیدگی میکنن مواد معدنی مفید برای بدن او میرسانن، از لحاظ عاطفی او را حمایت میکنن، به او امید و انگیزه میده که حال تو به زودی خوب میشه و این دوره بیماری رو تو به زودی طی میکنی و بهبود پیدا میکنی. اما وقتی فردی که معتاد هست اگر از دید بیمار به او نگاه شه، خب قطعا تلاش میکنن که او را حتی شده دکتر ببرن، دکتر مخصوص ببرن برای ترک او تلاش بکنن، چرا که مسئله ترک اعتیاد پیش میاد که خب اگر ما او ترک خود او هم یک مسائلی داره که باید رسیدگی شود به جسم او، چرا که بر اثر مصرف به مواد مخدر از علائم جسمیش میخواستم بگم که جسم به مرور تخریب میشه، جسم دیگه او سیستم ایمنی بدن فرد پایین می آید. فرد به زودی اگر یک زکام شود او بسیار دیر تداوی پیدا میکنه اگر رسیدگی نشود، چرا که ویتامین های بدن بسیار کم شده، سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری ها و عفونت ها بسیار ضعیف میشه و ای که فرد حتی گاهی از لحاظ بهداشت فردی هم به خود رسیدگی نمیکنه، چرا که هیچ تمایل و انگیزه ای نداره که به نظافت شخصی خود با کالای مرتب خودش رسیدگی داشته باشه. بسیار میبینیم فردی جولیده، فرد نامرتب و فردی بسیار که از دید ما نامطلوب به نظر میرسه. خب این حمایت کی رو میطلبه؟ خانواده. اگر خانواده این حمایت داشته باشه که در بهداشت فردی او رسیدگی شوه و تغذیه او رسیدگی شوه و به عنوان بیمار برای ترک او اقدامات لازم و مشاوره های لازم بگیره، خب این فرد تبدیل نمیشه به یک مجرمی که وارد جامعه شد. گفتیم از لحاظ روانی که بسیار وابستگی پیدا میکنه، فرد بدنش ذهنش او مواد مصرفی رو میطلبه، به خاطر برای ترکش ما زمینه هایی رو ایجاد میکنیم که خب بعد یک روزه که ما نمیتونیم یک فرد را ترک بدیم و تحویل خانواده و جامعه بدیم، پس یک پروسه زمانی طولانی مدت و یک صبوری ویژه رو میطلبه. درسته، دقیقاً. پس ای باید دقت شوه که آگاهی خودمون رو بالا ببریم. پس فرد شاید من میگم هیچ چیزی رو نشنوه، هیچ چیزی رو نفهمه بجز ای که او مواد تهیه شوه به بدن ای برسه. ما حتی با مراجعین صحبت میکردیم که برای ترک چی اقدام کردی، میگو خانم حسینی ما نمیتونیم ترک بکنیم، این مواد تهیهش برای ما از جانمان، از زنمان، از اولادمان، از پدر مادرمان پیش است. پس اون وابستگی شدید، وابستگی تا به این حد رسیده، تا به این حد فرد میرسه که به خاطر همون بسیار پیامدها و آسیبهای جبران ناپذیری داره که اگر یک فردی معتاد به مواد مخدر شود و برای ترکش خانواده و جامعه تلاشی نکنه، خب ما یک فردی مجرم داریم، یک فردی که زندانی میشه، یک فردی که ممکنه حتی جنایت‌های انسانی برش انجام شود، فردی که آخر ما میگیم نتیجه ای فرد میشه نیستی، نابودی، حتی بدنامی، چرا که گرایش پیدا میکنه به کارهای غیر قانونی، به فحشا و غیر اخلاقی که نتیجه او میشه من میگم مرگ روحی و در آخر مرگ جسمی، که این مواد بالاخره یک روزی من میگم جان او را میگیره که خودش یک نفهمه. دقیقاً. پس چقدر اهمیت داره اطلاعاتی که یک خانواده باید نسبت به رفتارهای خودش داشته باشه نسبت به فردی که معتاد هست در جمع خانواده از او. شاید دمیال برای خانواده ها سوال پیش بیاید خانم حسینی که بگوین که ما خب همه قسم هستیم، ما دوست داریم که همدردی کنیم، ما خوش داریم که جوان ماست، جوان ماست، بله عضوی از خانواده ماست و ما به او علاقه مند هستیم، او را دوست داریم و نمیخوایم که مثلا به یه گرفتار باشه، ولی هر کاری که میکنیم موفق نمیشیم. یعنی فردی که معتاد شده هم قسم که شما گفتین علاوه رفتار خوب نمی داشته باشه، خودش کوشش میکنه که فاصله بگیره از خانواده و دور بشه از خانواده و بسیار وقتا خشونت داره و کنترل نداره رفتارهای خودشه. حتی با وجود این رفتارها بازم خانواده میتونه به او کمک کنه؟ بازم، چرا که ما میگیم اگر در علتهای ای که چرا فرد معتاد میشه ما میرسیم به این میرسیم که خانواده مهمتره. گفتیم چون مسئله بسیار مسئله حساس و مسئله مهمی هست، خب خانواده
قدمش صبوری است، اولین قدمش پذیرش هم. اگر پذیرش داشته باشه که این فرزند ما، این اعضای خانواده ما، این دختر ما، این همسر ما به این درد اگر مبتلا شده، خب نیاز به کمک نیاز داره. به کمک داره. اگر ما کمکش نکنم، اگر ما او را ترد بکنم، نتیجهش فقط نابودی هست. هم نابودی، من میگم او فرد که این جهان را ترک میکنه و آسیب های روانی مثل انواع افسردگی ها، نگرانی ها، دل واپسی ها، حتی از هم پاشیدن زندگی ها، نتیجهش میشه چندین خانواده، چندین بله. نفر را مبتلا میکنه و باز هم آسیبش جامعه هم میبینه. چرا که جامعه یک نیروی انسانی را از دست داده، یک نیروی بله. کار، یک نیروی تحصیل، یک نیروی که میتونست در جامعه مؤثر باشه، اما اکنون به عنوان یک کسی هست که غیر از آسیب، غیر از ضرر، غیر از زیان و جامعه سودی نداره و باز هم جامعه و خانواده میتونه در این زمینه تلاش بکنه. همین که رسانه ها تلاش بکنن و خوشبختانه دارن تلاش میکنن که آگاهی رو به خانواده ها برسانن، این میشه تلاش این دو طرف که در این زمینه میخوان او هماهنگی و ایجاد ارتباط داشته باشه. این که خانواده ها اگر این پذیرش داشته باشه که این اعضای خانواده ما که به این درد مبتلا شده، یک فردی است که وابستگی شدید به مواد مخدر داره، هر طور شده این میخواد مواد خودش تهیه بکنه، امید و انگیزه بده. اولین چیزی که فرد معتاد، ما باشون صحبت میکنیم، میگه من هیچ انگیزه ای ندارم، هیچ امیدی در این دنیا ندارم غیر از همین مواد. حتی ما اگر انگیزه های مثل فرزندانشون، مثل خانه و زندگیشون، مثل پدر و مادرشون، میگیم اینا انگیزه برای زندگی تو هست، میگه نه انگیزه برای من نیست بجز ای تهیه مواد. پس بسیار ناامید هستن. ای که خانواده و نزدیکانشون تلاش بکنن دوباره امید و انگیزه را برای ایجاد بکنن، کارهایی را که قبلا فرزندانشان و اعضای خانواده تمایل داشتن، رغبت داشتن، یک کاری را که باعث افتخار خودش و خانواده بود، من میگم او را بسیار پررنگ بکنن، او را به او گذشته برگردانن، بگن خب تو قبلا بسیار برای ما کارهای خوبی انجام دادی. مثلا اگر طفلشان یا فرزندشان باشد، در مدرسه نمرات بسیار خوب میگرفتی، کامیاب بودی و حال چی شده، یا علتهایش را اگر پرسان بکنیم به درد دلی افراد گوش بدیم، چرا که همدلی را بیشتر از دلسوزی نیاز داره. گاهی ما با دیگران میخوایم دردشون را دوا بکنیم، میگیم من بسیار دلم سوخته. خب ما از لحاظ روانشناسی میگیم دلسوزی مخرب است، اولش برای من مخرب است، چرا که من فقط دلم سوخته، هیچ نوع کاری را که بخوام او فرد تغییر بدم براش انجام ندادم. درست. و او فرد هم هیچ چیزی از من نصیب او نشد. اما اگر همدلی داشته باشم، همدردی با او داشته باشم، شرایط او را درک بکنم و ای که من حتما برای ای که تو تغییر بکنی، برای ای که یه عمل ترک بکنی، من کمکت میکنم تا هر زمانی که باشه، با هر هزینه‌ای که خب ای چیزها غیر از این که من میگم هزینه های وقت، هزینه های دیگه ای داره، هزینه اقتصادی رو هم در بر میگیره که باید تهیه شد برای اینکه یک فرد به جامعه برگردانیم. بله، انشالله که هیچ معتادی در جمع خانواده های هموطن ما نباشه. اگر هم هست، میتونه با همدردی و همکاری این معضل و این مشکل را از فرد در خانواده و جامعه برداره. سپاسگزار هستیم خانم حسینی عزیز از صحبت‌های خوب و مفیدتان و همچنین شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین. موفق و پیروز باشین و از خدای بزرگ لحظه لحظه زندگیتان را پر از موفقیت و خوشبختی خواهان هستم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم